و در ادامه نگاهی کنیم به وضعیت امروز بازارهای مالی ایران. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی، برای بررسی این بازارها از لینکلن از طریق اسکایپ با من هستن. آقای چاوشی، امروز بازار ارز کم نوسان بوده، اما حواله دلار سامانه نیما باز هم رشد داشته. بله، این روزا که بازار آزاد کم نوسان شده، حواله دلار سامانه نیما عملا تنها شاخصی که روند صعودی پیوسته داشته، توی یک ماه اخیر بیشتر از 1000 تومان گرون شده حواله دلار سامانه نیما. امروز هم می‌بینیم که 0.5% دیگه رشد کرده، آخرین قیمتش 26600 تومان تقریبا. بازار آزاد ولی کم نوسان بوده، دلار 30 تومان فقط گرون شده، 20 تومان کماکان زیر مرز 32 هزار تومان باقی مونده. یورو ولی باز به خاطر تحولات نرخ برابری جهانیش نزولی بود امروز، هرچند همچنان یورو گرونتر از نرخ جهانیش داره تو تهران معامله میشه. اینم بگم که با اینکه خبرهای سیاسی مرتبط با برجام و مذاکرات و اینا خیلی زیاد بود امروز، ولی بازتاب خاصی تو بازار ارز نداشت. حالا یا بازار کاملا تحت مدیریت بانک مرکزی فعلا، یا شاید این خبرها دیگه خیلی جدی گرفته نمیشه تو بازار. تو خبر رمزارز خبر می‌دیدم که درباره یکی از صرافی‌های رمزارز که به خاطر خدماتی که به ایرانیان داده تحت تحقیقات فدرال و دولت آمریکا قرار گرفته. اگر جزئیاتی داریم برای ما بگید. بله، این صرافی کراکن که یکی از 4-5 تا صرافی بزرگ رمزارز دنیاست، به خاطر اینکه به ایرانی‌ها خدمات می‌داده برخلاف تحریم‌های آمریکا، از سال 2019 تحت تحقیقات فدرال وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته. این ماجرای خدمات دادن صرافی رمز ارز به ایرانی، اگه یادتون باشه چند هفته قبل هم درباره صرافی بایننس سر و صدا کرده بود. رویترز یه گزارشی داده بود که هنوز بعضی ایرانی‌ها دارن خدمات میگیرن از این شرکت. بجز اینا، ماجرای دیگه‌ای که امروز تو خبرهای مرتبط با رمز ارزها مربوط به ایران بود، گزارشی بود که وبسایت گرید داده بود، گفته بود که دولت ایران یا حالا نهادهای وابسته به دولت ایران دارن با استفاده از انرژی ارزونی که توی کشور وجود داره بیت کوین استخراج میکنن و مثلا در اختیار بانک مرکزی قرار میدن که برای دور زدن تحریم ها استفاده کنه. البته از یه نظر این چیز جدیدی هم نیست این گزارش، چون از این جور اظهار نظرها ما داشتیم از طرف مقامات رسمی ایران که قبلا گفته بودن میخوایم از طریق رمزارزها تحریم ها رو دور بزنیم. اما به بازار اگه برسیم، امروز یه کمی وضعیت بازار از 3-4 روز اخیر بهتر شد، هرچند شاخص ترس و طمع همچنان در وضعیت ترس قرار داره، ولی بین 10 تا رمزارز بزرگ ما همشون رو صعودی میبینیم. ارزش مارکت کپ کل بازار هم 2-3% رشد کرده امروز، البته هنوز به سطح 1 تریلیون دلاری برنگشته ولی داره نزدیک میشه بهش. بیشترین رشد قیمت رو امروز پالیگان داشت که بیشتر از 9% رشد کرد. بیت کوین و اتریوم هم صعودی بودن، به خصوص اتریوم. روند قیمت بیت کوین از محدوده کانال 20000 دلاری تا بالای 21000 دلار رو رشد نشون میده، 600-700 دلار تقریبا رشد کرده. درباره اتریوم هم رشد از کانال 1300 دلار تا بالای 1400، حتی نزدیکای 1500 دلار داشتیم. در بازار طلا و سکه نوسانات محدودی رو امروز دیدیم. درسته، امروز بازار جهانی طلا منتظر تحولات جدید نرخ بهره آمریکا بود، کاملا در حالت صبر و انتظار و کم نوسان بود. بازار داخلی هم با توجه به ثبات بازار ارز خیلی اتفاق خاصی رو تجربه نکرد، رشدهای محدود داشتیم. سکه رسید به 14.900.000 تومان، طلای گرمی و مزنه هم هر کدوم 0.4% رشد کردن. وضعیت بورس و سهام رو هم ببینید، نقشه بازار نشون میده که در مقایسه با رنگ قرمز، رنگ سبز بیشتر هست، به خصوص در گروه های بزرگتر. بله، امروز بیشتر از نصف شرکت های بورس سبز توش بودن. رشد قیمت به خصوص تو گروه خودرویی که بعد از اینکه فروش بلوکی سهام ایران خودرو و سایپا جدی شده، به نظر میاد اقبال سهامداران بهشون زیاد شده، به خصوص دیده میشد. شاخص های اصلی هر دو مثبت بودن، منتها در مقیاس هفتگی بازار این هفته رو هم با افت نسبتا زیادی پشت سر گذاشت. شاخص کل نزدیک 2%، شاخص هموزن هم 3.5% افت کردن این هفته. ششمین هفته پشت سر هم بود که بورس نزولی بود. امروز خروج پول حقیقی هم با اینکه سرعت کمتری داشت ولی ادامه پیدا کرد. اینجا هم ششمین هفته پیاپیه که ما حتی یک روز هم ورود پول حقیقی به بازار نداشتیم. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی، برای بررسی بازار هست لینکلن با من بودین. ممنون.